خب آماده است. این کومه برای من، اون کومه هم برای شما. بریم. هوا اینجا بالای 50 درجه گرمه. داخل این کومه ها نزدیک به 3 ساعت منتظر دیدن یک موجود خارق العاده هستیم. داره از لونه میاد بیرون. نمیبینمش. داخل گچاست، استتاره. بیشتر دقت کن. آره دیدمش. این موجود شگفت انگیز چیزی نیست جز یک افعی دم عنکبوتی ایرانی. ویژگی منحصر به فرد این افعی زائده عنکبوت مانندیه که در انتهای دمش قرار داره. هیچ ماری در دنیا همچین ساختار دمی رو در واقع نتونسته توسعه و تکامل ببخشه. این افعی مجهز به استادانه ترین روش استتار و آرایش دمی در دنیای مارها برای شکار پرندگان است. پرنده میاد میشنه رو سرش، اصلا متوجه ماره نشد، اومد دوباره دومش گرفت. تصویر شکار پرنده توسط این مار برای اولین بار در دنیا به وسیله گروه مستندساز ایلامی به ثبت رسیده. این اولین صحنه شکاری بود که ما گرفتیم، همون 2 سال حدودا طول کشید. قدمتش و زمان گونه‌زاییش برمیگرده به حدود 8 میلیون سال پیش. از زمان شناسایی این افعی تا کنون زمان زیادی نمیگذره. در این مدت کوتاه به همت پژوهشگران و مستندسازان ایرانی اطلاعات مهمی از این افعی و زیستگاه‌های آن به مجامع بین‌المللی ارائه شده. یکی از برجسته‌ترین خزنده‌شناسای دنیا به اسم پروفسور اندرسون بعد از اینکه اون صحنه شکار ما رو توی شبکه اجتماعی دیده بود پاشو اومد ایران در سن 94 سالگی و در نهایت همه این تلاش ها به یک اتفاق خوب منجر میشه. تونستیم در زمینه دو سایتس قرار بدیم که در واقع کنوانسیون منع تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض هستش. گاهی هم زندگی این خزنده در مسیر تفریح و کوهنوردی مردم دچار مخاطره میشه. این افعی جزو ذخایر ژنتیکی این مملکت به حساب میاد که ما بایستی حواسمون باشه که این ذخایر ژنتیکی رو از دست ندیم. افعی دم عنکبوتی در خارج از زیستگاهش نمیتونه زنده بمونه چون دیگه استتار نیست و نمیتونه شکار کنه. به امید اینکه دوستداران حیات وحش برای محافظت از این افعی ایرانی تلاش کنند. روح الله جان سحر، باشگاه خبرنگاران جوان، قلمرو افعی دم عنکبوتی، ایلام. Thank you.
مهدی امامی هستم، مویدبان استان ایلام. آب خوردن افعی دومن کبوتی، آب خوردن افعی دومن کبوتی